نسرین به همراه تعدادی دیگر از همرزمانش هنگام خروج از کشور توسط پاسداران دستگیر و راهی زندان می شود. شکنجه های وحشیانه باعث عفونت پای چپ او می شود و شنواییش را به طور نسبی از دست می دهد. اما نسرین همچنان از زندانیان مقاوم و سر موزه باقی می ماند. نسرین و خواهرم فرح همزمان با هم دستگیر شدند. نسرین توی آخرین ملاقاتی که برادرش جبار با اون داشت گفته بود که احتمال زنده موندنش کمه. یک پیام هم برای یکی از خواهران هوادار در بیرون فرستاده بود با این عنوان که از جسومه حیدری هیچ حرفی نزنید. بعد از پذیرش آتشبس، فرح اسلامی، حکیمه ریزوندی، مرضیه رحمتی، نسرین رجوی و جسومه حیدری رو به بهانه امن نبودن زندان ایلام و انتقال اونها به جای امن سوار ماشین کردن و بردن. اما اولش تصور کردیم اونها رو به کرمانشاه یا تهران بردن. اما کمی بعد خبر از شباب، یکی از روستاهای اطراف سرابله، به دستمون رسید. موقع عبور اونها از شباب ماشینشون خراب میشه و چون به تاریکی خورده بودن به ناچار شب رو در اون روستا میذارن و به خونه یکی از اهالی میرن و فردای اون روز آن سحر نیز این چنین خونید شد. پاسداران شب، مجاهدان قهرمان نسرین رجوی، فرح اسلامی، جسومه حیدری، حکیمه ریزوندی و مرضیه رحمتی را به تپهی در اطراف صالح‌آباد منتقل می کنند و تیرباران می کنند. جسومه دارای یک فرزند شیرخوار بود. زندگان خوب پس از من، خونین جامه های پریشان بربر در بارش تگر، آنان که جانتان را از نور و شور و بویش و رویش سرشتن، زیرا که سرگذشت شما را به کودش بر برگ گل به خون شمایم نمشتن. جسومه حیدری در اردیبهشت 67 همراه با همسر و کودکش هنگام عبور از مرز دستگیر و به زندان ایلام منتقل شد.